سلام شنبه 19 آذر 90 10 دسامبر 2011 میلادی در مورد نه موضوع امروز صحبت می موضوع اول اینکه در مسابقه تیم های سازی و مثل سرچشمه در ورزشگاه سهن چند تنی از تماشاچی ها پرچم مخالفین بشار اسد رو بالا بردن و پستر بشار اسد رو هم سوزوندن این, این کار که در واقع به نوعی مخالفت با رژیم ایران هم محسوب میشه توجه خبری رو به خودش جلب کرد در جمعه کرامت اعتصاب که در سوریه دعوت شده بود حداقل 14 نفر دیگه کشته شدن و از این تعداد ده نفر در منطقه هومس بوده همس صحبت از خطر قتل عام مردم هم این روزها در میون نکته دوم اینکه دیشب ساعت شش بعد از ظهر به گزارش آقای دکتر مهدی خزعلی در بیمارستان مدرس تهران در منطقه سعادت افرادی حمله کردند به سی سی یو بیمارستان که عباس پالیزدار در اونجا بستری است و فیلمی رو هم سرش گرفته که نشون میده از دست او خون میریزه و او رو به صلاح کتک زدن و اینطور حمله کردن خود آقای پالیزدار که زندانیه و به دلیل مشکل قلبی در بیمارستان بستری شده گفته در اینجا منو منتقل بکنید برای اینکه در این بیمارستان جایی است که خدا صابر هم در همین بخش و همینطور فوت کرد همسر آقای پالیزدار هم شیمی درمانی میکنه و با مشکل بیماری دست و پنجه نرم نکته سوم اینکه در دو هفته گذشته مجموعاً شش دانشجو در خوابگاه های دانشجویی به دلیل گاز گرفتگی جان باختند. سه نفر از دانشجویان در دانشگاه تبریز و سه نفر در دانشگاه آزاد صفا شهر با گاز مونوکسید کربن که به دلیل سوخت سوختن ناقص حاصل میشه جان باختند. دیروز هم دو نفر در دانشگاه تهران، در تهران به این مشکل دچار شدن که خوشبختانه به بیمارستان منتقل شدن و نجات پیدا کرد سوء مدیریت وزارت و علوم، سوء مدیریت در دانشگاه ها سوء مدیریت در خوابگاه های دانشجو حوادث پی در پی رو به عمل آورده که جان دانشجوان رو بارها به خطر انداخته و منجر به مرگ های دردناک جوانان کشور شده نکته چهارم این که ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای آزاد شرکت واحد که بعد از مدتها زندان با وسیقه آزاد شده بود وقتی برای تمدید مرخصی به زندان رفت دوباره دستگیر و روانه زندان شد. نکته پنجم این که دبیر اجرای خانه کارگر استان مازندران مطرح کرده که هزاران کارگر در این استان به دلیل واردات بیرویه بیکار شدن نکته جالبی که دبیر اجرای خانه کارگر این استان گفته گفته که در مازندران که خودش مرکز تولید مرکبات و برنج هستش سری به بازارهای شهرهای مازندران که بزنید پر از پرتغال و نارنگی وارداتی و برنج های پاکستانی و هندی است نکته ششم اینکه امروز شنبه قرار است در روسیه تظاهرات بزرگ و سراسری علیه انتخابات رسوایی که آقای پوتین و همپالکیاش برگزار کردند، به برگزار بشه این تظاهرات که شبکه های مختلف اجتماعی و اینترنتی بسیج کردن مردم رو و دعوت کردن پیش بینی میشه که بزرگترین تظاهرات در 20 ساله گذشته باشه وزیر کشور روسیه آقای رشید علیوف اختار کرده که تظاهرات غیرقانونی رو تحمل نخواهند کرد و گفته شده که فقط اجازه دادن 300 نفر تظاهرات بکنند بر صورت آنچه که امروز بگذره یا هر اتفاقی که بیفته در اصل ماجرا تفاوتی نمیکنه قطعا آقای پوتین و حزب روسیه متحد و این باند فاسد حاکم بر روسیه مشکل خواهند داشت و سرکوب کردن هم براشون به این سادگی ها نیست و به احتمال زیاد مشکلات داخل سوریه ماجراجوی های خارجی حکومت سوریه را هم با مشکل مواجه خواهد کرد و این اون نکته است که برای مبارزین کشورهایی مثل سوریه یا جمهوری اسلامی نظامهای اینگونه ای که به روسها تکیه کردن دشواری درست میکنه و به نفع مبارزات مردم در کشورهای مثل ایران و سوریه خواهد نکته هفتم اینکه ژاپن دیروز اعلام کرد که در مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم‌هایش خودش رو علیه ایران افزایش داده 106 شخصیت حقوقی دیگه به اضافه یک شخص حقیقی و سه بانک دیگه به لیست تحریم‌های ژاپن اضافه شدن و به این ترتیب مجموعا تا کنون جاپون 267 شخصیت حقوقی به اضافه 66 شخص حقیقی و 20 بانک رو تحریم کرده البته وزیر تجارت ژاپن گفته که تحریم نفت خام ایران با احتیاط باید باهاش برخورد کرد رهبران اتحادیه اروپا هم نشستشون که در خصوص به خصوص مسئله بحران یورو بود به انتها رسید و یکی از مصوباتشون این است که از شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا خواستند که در نشست بعدیشون تا آخر ژانویه در واقع تحریم های تازه علیه ایران رو تصویب بکنند البته در این مصوبه رهبران تادی اروپا صحبتی از تحریم نفت ایران نیست نکته هشتم این که آقای رابرت لوینسون معمور سابق FBI که بیش از سه سال از جزیره کیش ناپدید شده و در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است چیزی که البته جمهوری اسلامی همیشه تکذیب میکنه نوار ویدئوی جدیدی ازش منتشر شده که خواستار این شده که آنچه که گروگانگیرها میخوان بدون که اسم بیاره کی هستن بهشون دولت امریکا بده ظاهرا جمهوری اسلامی حداقل ده زندانی رو که یا در عراق یا در امریکا در دست امریکایی ها هستن ما به ازا خواسته که آزاد بشن و امریکایی ها هم گفتن که این لیستی که ما دریافت کردیم اصلا دست امریکا نیست و در واقع اصلا تکذیب کردن که چون این آدم هایی رو دارن که ممکنم هست صحت نداشته باشه این تکذیب ولی به هر صورت داستان آقای لوینسون و مطرح شدن در این مقطع موضوعی است که با توجه به فشارهای روزافزونی که روی جمهوری اسلامی هست کاملا جهتگیری متقابل و متوسل شدن به حربه قدیمی جمهوری اسلامی یعنی گروگانگیری رو باز هم نشون میده نکته آخر اینکه داستان هواپیمای که هواپیمای بدون سرنشین که جمهوری اسلامی اعلام کرده فرود آورده تبدیل به داستان دنبالداری شده که کماکان ادامه داره و باز هم موضوع داغی در مطبوعات دنیاست در ایران هم مقامات جمهوری اسلامی بسیار دارن میکوشن که از این ماجرا یک پیروزی بزرگ برای خودشون ترسیم بکنند از یک سو و از سوی دیگه اقتدار خودشون نشون بدن و حتی اون رو نشانه امداد الهی دونستن از جمله آقای صدیقی امام جمعه تهران گفته که این پاداش ازاداری امام حسینه که لابد به شکل هواپیما نازل شده همینطور آقای اسماعیل کوسری سردار سپاه و نایب رئیس کمیته امنیت مجلس گفته که اگر این هواپیما نظامی بود ما تمام پایگاه های به تمام پایگاه های آمریکا حمله می کردیم. از اون ادعاهایی که به قول دوستی میگفت امریکا اگه خودش هم بخواد به همه پایگاه نظامیش در سراسر سر دنیا حمله بکنه امکانش رو نداره از بسکی زیاد هستند و یک دونکیشوتیزمی که در مقامات جمهوری اسلامی هست و ادعاهای گنده گنده کاملا در حرفای آقای کوسری دیده میشه از سوی دیگه روزنامه گاردین در مقاله ای که دیروز نوشته تحلیل مفصلی کرده دلاله بر اینکه یک جنگ تمام ایار علیه جمهوری اسلامی در جریان استناد به انفجارها و ترورها و هواپیما و غیره کرده بیزنس ویک هم در یک مقاله مفصلی که نوشته مدعی شده که در سیستم این هواپیما هک شده سیستم کامپیوتری و نرم افزاریش و در این کار هم چین هم روسیه به جمهوری اسلامی کمک کردن به بازار این حرفها در مطبوعات داغه و از اون داستان که احتمالا به خصوص از سمت جمهوری اسلامی باز هم ادامه پیدا خواهد کرد بعضی ها هم گفتن اصلا ماکت ساختن نشون دادن ولی به هر صورت به نظر میرسه که اون چیزی که مطمئنا در داشتن این هواپیما برای جمهوری اسلامی و یا روسیه و چین اگر بتونن به دست بیارن حایز اهمیت تکنولوژی رادار گریزی است که در رنگ این هواپیما به کار رفته و چیزی است که به هر صورت انحصارش دست امریکایی ها بوده اگرچه باز پاره اظهار نظرها گفتند که چندان هم ساده نیست بخوان از روی رنگ این تکنولوژیش رو پیدا بکنن بر صورت داستان ادامه داری سندکی سهر سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایران